ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز و خسته نباشید میگم. به هر حال تحمل کردن یک بحث حالا تقریبا میشه گفت نظری و پراکنده خیلی سخته. عرض خدمت من فکر میکنم خیلی موجز میشه رفت سر اصل مطلب، یعنی ما یه واقعیتی داریم به نام جامعه انسانی، یه واقعیتی دیگه هم داریم به عنوان رسانه. این رسانه ها بازتاب دهنده این واقعیت ها هستن. اگر حالا به شکل سالمش و طبیعیش رو نگاه بکنیم، یعنی رسانه در واقع در موقعیت معمولی خودش قرار بگیره، باید بازتاب دهنده اون واقعیت ها باشه. یعنی اون چیزی که در جوامع انسانی، چه در غرب چه در شرق، چه در نگاه دینی چه در نگاه صرفا انسانی و اومانیستی، چه در نگاه وحیانی، در هر نگاهی بالاخره جوامعی دارن در شکل‌های مختلف اداره میشن و رسانه ها و در اینجا سینما هم به شکلی بازتاب دهنده اون واقعیت ها هستن. خب سینمای غرب که حالا موضوع بحث دارم بوده، من فکر میکنم که سینمای غرب هم یک بازتاب دهنده واقعیت های درون خودشه. اگر اون ویژگی هایی که آقای دکتر رامین اشاره کردن در سینمای غرب میبینیم، ما در ادبیات غرب هم میبینیم، در تئاتر غرب هم میبینیم، در سایر هنرهای غرب هم میبینیم. این ویژگی ها نه تنها در مورد زن، در مورد مرد هم وجود داره. در تمام به اصطلاح طبقات انسانی میتونیم جنس های مختلف رو مشاهده بکنیم. اما اون چیزی که به اصطلاح برمیگرده به خود ما، شاید مسئله ما باشه نسبت ما با این واقعیت ها چیه و موقعیت ما کدومه، یا سینمای ما کجاست و آیا ما زیر مجموعی از اون سینمای جهانی هستیم، یا اینکه سینمای ما واقعا یک سینمای مستقله که داره نگاه خودش رو منتقل میکنه. من فکر میکنم که برداشت شخصی من در واقع اینه که سینمای ما هم به نوعی هنوز زیر مجموعی سینمای غربه، یعنی هنوز به اون استقلال ملی و هویت فرهنگی خودش دست پیدا نکرده که بتونه واقعا بازتاب دهنده اون هویت فرهنگی خود ما باشه. یعنی دقیقا سینمای ما حالا به جز استثناءاتی که میشه درش پیدا کرد، مثلا اغلب آثار متأثر از فضای فرهنگ غرب هستن، به خصوص اینکه سینما در مجموع یک رسانه است که با دستور زبان غربی به وجود اومده. یعنی دستور زبانش از ادبیات غرب شروع شده، به ساختار و فرم‌های مثلا ژانرهای مختلفی که در غرب شکل گرفتن تبدیل شده و همون صادر شده به سینمای ما، و سینمای ما در واقع مصرف کننده فرم‌ها و شکل‌هایی است که از غرب وارد شده و خب حالا تلاش می‌کنه که نگاه فرهنگی سنتی داخلی خودش رو در با فرمتی که از خارج اومده بیان بکنه. یعنی ما یک ظرفی رو از بیرون برای ما فرستادن، میگن حالا محتوای خودتو برس تو این ارائه بده. ما چه بخوایم چه نخوایم نگاه‌های ما متأثر از این ظرف خواهد شد. یعنی ما اگر حرفی هم داشته باشیم که ناشی از فرهنگ ملی خود ما باشه و سنت‌های خودمون رو بخوایم بازتاب بدیم، در واقع اون ظرف داره به شکل میده. یعنی میگه اینجوری بگو. شما اگر می‌خوای واقعیت‌های زن امروز یا زن فرهنگ ملی خودمون رو مطرح بکنی، مجبوری مثلا با دستور زبانی که از اونجا اومده اینو تعریف بکنی. بنابراین یه دفعه میبینی که سر از مثلا ظرفی در میاره که مثلا در قالب‌های فمینیستی ممکنه مطرح بشه و به زعم دوستان ممکنه اصلا متهم بشی به فمینیسم، چرا که شما مجبوری به اون شکل دراماتیزه بکنی، به اون شکل بیان بکنی و چارچوبی بسازی که هالیوود هم بپسنده، چون به هر حال مخاطب هم یک بار قضیه است، میخوای مثلا اقتصاد رو هم رعایت بکنی و خیلی مسائل هم میخوای رعایت بکنی، مجبور میشی اون دستور زبان ها رو رعایت کنی. بعد میبینی که خب توی فرهنگ ما مسائلی وجود داره که داره با یک در مظروفی قرار میگیره که اصلا اون تأثیرات خودش از بین میبره. ما یک معضل اساسی داریم در بازتابوندن مثلا فرهنگ خودمون به جامعه، اینه که به جای اینکه سراغ منابع خودمون بریم، سعی میکنیم که به تجربیات خودمون رجوع بکنیم، یعنی به منابع رجوع نمیکنیم. منابع ما مثلا اگر میخوایم راجع به زن صحبت بکنیم، اگر به قدیمی ترین داشته های ادبی خودمون مراجعه بکنیم، در آثار ادبی خودمون میبینیم زن در شکل های مختلف و بسیار ظریف و با جزئیات تبیین شده و ارتباطش با مرد در جامعه، با مثلا زن به عنوان یک مادر، به عنوان یک همسر، به عنوان یک خواهر، به عنوان یک دختر، به عنوان یک
مبارز سیاسی، به عنوان یک فعال اجتماعی، به عنوان یک معلم، به عنوان یک پزشک و در شکل‌های مختلف در فرهنگ ما زن وجود داره. حتی به عنوان یک فقیه در کسوت دینی زن وجود داره در فرهنگ ما. اما وقتی می‌خوایم زن رو نشون بدیم، میام مثلا سراغ سوژه‌هایی میریم که در واقع زیر مجموعه اختلاط فرهنگی که امروز ما دچارش هستیم. یعنی ما زنی که امروز داریم زن فرهنگ ملی ما نیست. یعنی اون چیزی که در جامعه ما حاضر هست به اصطلاح یک زنی نیست که بگیم نماد زن ملی ماست، زن دینی ماست، زن فرهنگ ماست. مردمون هم اینجور نیست، نه فقط زن. چرا؟ چون ما در دو سده اخیر تحت یک به اصطلاح حجمه فرهنگی از غرب بودیم که فرهنگ غرب اومده خودشو به ما تحمیل کرده و اون داشته های ما رو کنار زده و خودشو وارد صحنه کرده. حالا ما در یک کشمکش قرار گرفتیم با فرهنگ غرب و الان مثل یک به اصطلاح برکه‌ای میمونیم که دچار به هم ریختگی شده، آب گلالود شده. یعنی فرهنگ سنتی ما با فرهنگ مدرن بین المللی دچار اختلاط شده و ما سره رو از ناسره نمیتونیم خوب تشخیص بدیم. همین وضعیت در سینمای ما بازتاب پیدا میکنه. یعنی سینمای ما هم یه چیزی رو داره نشون میده که ناشی از اختلاط فرهنگیه، التقاط فرهنگیه، فرهنگ واقعی ما نیست که مثلا چهره زن رو نشون بده. بنابراین نمیشه توقع داشت که حالا مثلا سینمای ما هم یک کار شاقی بکنه. نه، سینمای ما هم جزی از زیرمجموعه این فرهنگ مختلط و ملتقط فعلی ماست که داره خود کار خودش انجام میده. تا وقتی اینکه این فرهنگ رسوب نکنه و سره از ناسره مشخص نشه، ما فرهنگ واقعی خودمون رو نمیتونیم بازتاب بدیم. خواهش می‌کنم.